سلام بنده های عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید. کنار عزیزای خم وقتم خوب بگذرم. بازم من مهدی قد یک برنامه جدید در خدمت شما هستم. از قد یک برنامه جدید از روز بارانی. امروز هوا خیلی خوب بود، ما خواستم که بلدشیم از امروز هم یک برنامه بگرم تا شما از دیدن از این هوای قشنگ و طبیعت قشنگ لذت ببرین. امروز ما در اول میخواستم که امو وقتی که بارش مباره بلدشیم برنامه بگرم، بخاطری که بارش خیلی زیاد بود نشد که در وقت بلدشیم برنامه بگرم. منتظر مندم تا بارش بال کنه بلدشیم برنامه بگرم. امو رقم که شما در تصویر میگرید خیلی طبیعت قشنگ شده، درخت ها که کم کم بلکه درخت های چاک گیلاس و ناک تازه فصل گلچی هستند، درخت های بادام و سیب کم کم برگ مونه و طبیعت هم که روز بروز قشنگ میشن. با امسال هم که شکر خدا بارندگی خیلی زیاد است. اگر هفته دو دفعه بارش کنه خیلی در طبیعت خوب میشه، کلی جای سرسبز میشه، درخت ها و زمین های مردم خیلی قشنگ میشه. انشالله که امسال بارش زیاده. اگرچه هم بارش امور رقم که فایده های خوره داره اما قدر ضرر هم داره. اگر بارش خیلی دوامدار باشه یا همیشه هر روز بارش کنه و خیلی شدید باشه، شاید در درخت ها، در گل درخت ها که فعلا فصل گل درخت های ضرر برسنه. اگر در گل درخت ها ضرر برسنه، گل درخت ها میرزه خراب میشه، حاصلات جذبه این مورا مردم ضرر میگه. انشالله که او رقم نمیشه. اگر هفته دو دفعه بارش کنه خوبه، زیادتر از اوشی خوب است، ولی انشالله که ضرر مردم هم نباشن. خب امیدوار استم که شما از برنامه امروز از ما لذت ببرین، تا آخر برنامه از ما را بیننده باشید. من میخوایم که در مورد ضرر و فایده بارش بیشتر بلدش معلومات بدیم. بعضی سوالات که دارم از آتیخ بلدشم پرسانم تا شما در باره فایده های بارش و زندگی مردم در اینجا بیشتر معلومات دیگه. خب اول خود خوره معرفی که در بینده هم. بسم الله الرحمن الرحیم. نام از ما یعقوب علیه، قابل رحیمی از سرکول جاله، ولسوالی جاوری، ولایت غزنی. ما میخواستم از تو پرسان کنم امی باریشی که در امی چند وقت گذاشته هر روز بارندگی هم باریش هم میخواستم در مورد انزیز تو پرسان کنم که فایدهش زیاده یا ضررشی چی رقم؟ باران رحمت خیلی برادر فایده داره، بعد از باران نیسانه هم فایده داره، باز باران نقصویه که بعد نقصویه خیلی نقص ضرر بسیار زیاد داره. بهار است، دوی ماه باره، بهار یک فصل بسیار زنده بیدار، بسیار بهاری خوب شه، درخت ها همه زنده میشن، گیاه های کو، جنگل های کو تمام شد در بهار کسی زنده میشه دیگه، درخت ها نو جوان میشه، شکوفه مونه، گل مونه، بلگ مونه، در تمام شد وقت کشت و زراعت هست هست. این ها دیگه برای مو مردم خیلی خوب زندگی بهتره دیگه در بهار. دیگه دهات است دیگه، دهات منطقه سنگ سنگار دیگه، دیگه موز تمام چیز دوردست است دیگه. این حال در بهار که است وقت کشت و زراعت است دیگه، گندم، جو، همه چیز اینجا آدم باید کشت کنه، پیاز، کدو، گندنه، هر چیز در وقت فصل. ما این بزرگ کنید دیگه چیز کشت کدوم، برای گوسفندا علف کشت کدوم، یعنی تربک. از اینکه بهاری هم است، امیدوار استم که این سال سال خوبه، این مقدار آب بارش زیاد مباره. باز این دیگه وقت بهاری دیگه، اون منطقه سرقل است، سرقل یک بسیار یک سیوپن خانه اینجا زندگی مونی، از همه چی دور است دیگه. اینجا الحمدلله از برکت از این میسفیده ها، از برکت گور مرده اینجا بسیار جای خوب، جای زند متعنون هم دمی چند سالا که خوشکاویشته، چندان در درختون از موز بین نرفته. اگر کشتی زراد نکته یک مقدار در درخت خود زنده نگه داشته. خواتای در مورد از این بارش بگی، این بارش در درخت
چقدر ضرر داره، چقدر فایده داره؟ بارش بسیار فایده بسیار زیاد داره. در کوف، در کوه، در جنگلا، در بوچا، در همه چی اینا فایده زیادی داره. اما در درخت ها مگر احد مده شی بعد زیاد بارش کنی گولای زیر از بین مبره اینا در گنده منه او در ما بین زیاد منه زیاد جاگه خدا نسه زالک نباز تمامش از بین مبره اینی ضرر شمسته باز فایده شی بعد تمام چیز گیاه ها در کوه سبز منه زنده میشه یک شی کوفی خاص منه. خود امی شما امسال بلده امی گوسفندا چقدر چی چیزا کشت کردن، چقدر آمادگی گرفتید به نظر شما او میشه نمیشه؟ انشالله با انشالله 100% او میشه. اول از خدا را او میشه و دیگه این چیز کشتن یه شقه شفتل پروبک شخل امریکایی میگه شخل وطنی میگه این امزی جوریه دیگه این امزی الافزار باید کشت کنی برای 3 ماه زمستو جمعواری کنی که در 3 ماه زمستو یعنی 9 ماه منجی جمعواری منی برای 3 ماه اگر برای خود خمس 9 ماه زحمت میشه برای 3 ماه اگر برای حیوانات برادر جنز زندگی علف میکاریم برای 3 ماه چون یک زمان اگر اینجا برف زد راروود بسته میشه دیگه ما هیچ چیز در توان نداری برادر که این برادر جنز بور جای دیگر بخری بیره ما 3 ماه زمستو رو بدم 9 ماه زحمت میشه فقط برای 3 ماه چه حیوان چه انسان. خوش ما از اینکه امسال بارش زیاد مباره و هر روز باریش دیگه تقریبا چقدر خوشحالید، چقدر خوشید از اینکه باریش زیاده امسال؟ اون کس پیشبینی نمیتونه، اون کار خدایی دیگه. اگه زیاد باریش کرد کنه ضرر داره دیگه، اگه زیاد باریش نکرد کنه معمولی باریش کرد کنه فایده داره. در هفته یک بار دوبار باریش کنه خیلی فایده داره. اگه زیاد ده هفته دو هفته شدت باریش کنه تمام چیز حاصلات از بین مره دیگه، نه کدو میشه، نه پیاز میشه، نه سبزیجات میشه، چنان سویه نه دیگه از بین مره دیگه. این درخت هم به اون شکل گوله هایش بخیز بین مره دیگه. هفته یک بار دو بار باریش کنه بسیار فایده داره، بسیار خوب شه بایدم باریش کنه دیگه، زیادش ضرر داره. خواهد در واشناسی گفتد که روزی جمعه پنجشنبه می که امروز دیگه گفتد که برف مباره، اگر در این وقت سال اگر برف باره چقدر ضرر داره؟ برف خیلی زیاد ضرر داره، برف تمار یخ میزنه و اگر برف دیر چیزی که گولایا در دفعه بیخی از بین مره دیگه چون یخ میزنه دیگه. نه پیاز میشه، نه کدو میشه، نه هیچ سبزیجات از بین مره دیگه چون یخ میزنه. شما چقدر از زندگی در اینجا راضی هستید؟ یعنی بلدشم چقدر بلدشم سخته یا چقدر آسانه؟ چقدر راضی نیستین؟ زندگی در بخواد زندگی سخته دیگه، یک زنده بودن دیگه. این تنی یک آدم از زندگی لذت ببره، پول دارشم زنده لذت نمیبره، به پولش کو به پول دیگه. یک تو هوای بسیار پاک تمیز داره دیگه، همین خاطرش بعد مردم لذت میبره. مردمش بعد از 70 سال 80 سال تا 100 سال 120 سال 130 سال این پدر خودمم که بعد خدا رحمت کنه 135 سال عمرش بود، 15 دندون تفلی نداره داد. از این نگاه دیهات بسیار لذت داره، تمام چیز طبیعیه، روغن طبیعیه، شیر مال طبیعیه، گیاه جنگل در کوه مخره میز مخره، آب معدنیه، آب آمای آبای چشمه بخیز مرگ سنگ میه، اینایش بسیار طبیعیه، بسیار عمر دراز منه، تندرستن مردمایشی، زیاد مریضی نداره. یعنی به خاطر مردم بسیار تندرست ده دهات، بسیار لذت مبره. و از این نگاهی که برادر جنس در سنگزار است دیگه، در 9 ماه که زحمت بشی برای 3 ماه برف میزنه، را رود رو بسته مونه، روز کم خسته کننده دیگه تا بهار شنا رو شنا اگر سای. شما اینجا کدام میوه ها دارین در زمین ها معرفی کنی؟ اگر اون مردم اینا با چیز داره، بادام داره، بادام یک سال گل می یک سال نه اگر گل کدن اون بادام جمعوری این مثلا سیر 500-600 مردم می مخراز می دیم چون را دوره دیگه یاد کرای موتر میگره، بعد از زحمت در متراشی راش خوب شینیه، بعد اون خاطر جنس از مو مردم ارزان مره. بادام از تو زردالوی دیگه تودا اینا یک 3-4 ساله که تودی سفید یک مقدار رواج شده برای شکر که برای خلوره بعضی تجارت ها میگن مبر مخرب اینا می تود ابراهیم خانی تود سفید تودا شیر تود میگه دیگه شفتالوی میوه داریم، سیو داریم، ناگ داریم، کدو ناگه، چاک گیلسه،
یک مالته نداریم دیگه، یک انزی آمام دیگه، هر میوه که بخوای اینجا داریم دیگه. خواسته چه خواست. خوب بیننده های عزیز، امیدواریم که از برنامه امروز از ما خوشی هم داشته، لذت برده باشید. از امروز که باریش بود در مرقم که بلدیشون در اولی برنامه گفتم، خواستم که از روزی باریش هم بلدیشون برنامه بگیرم از هوای قشنگ و خوب. امیدوارم که خوشی مونده شه و لذت برده باشید از برنامه امروز از ما. امروز روزی بارندگی، شکر خدا که امسال بارندگی خیلی زیاد است و من کم و بیش در مورد ضرر یا فایده بارش بلدیشون معلومات دادم. امیدوارم که از دیدن این طبیعت قشنگ لذت برده باشید. بازم خیلی تشکر از اینکه بیننده برنامه ما بودین. امیدوارم که ما را حمایت کنید و اگر از برنامه امروز از ما خوش مانده باشه و نظریاتی قشنگ خورا بلدیز ما در کامنت نوشته کنید و حمایت خورم از چینل ما فراموش نکنید تا یک برنامه جدید و یک جای قشنگ دیگه که بلدیش معرفی منم شما رو در خداوندی پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. امیدوارم که هر جای دنیا باشین خوب و خوش و سربلند باشید. خدا نگهدارشون.